در پانزدهمین سال حکومت امپراتور تیبریوس، درست زمانی که پیلاتس فرمانده یهودیه بود و از طرف دیگر هیرودیس والی جلیل، کلام خداوند بر یحیی نازل شد. یحیی پسر زکریا زمانی که در بیابان بود: من صدایی هستم که در بیابان بانگ برمی آورم. زمینه را برای رسالت فراهم کن، مسیرهایش را مستقیم گردان. هر دره‌ای پر خواهد شد و هر کوه و تپه‌ای کم ارتفاع خواهد گشت. مسیرهای پر پیچ و خم مستقیم و ناهموار یا هموار خواهد شد و همه انسان‌ها شاهد رستگاری خواهند بود. شما ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدار داد که از خشم غریب الوقوع بگریزید؟ توبه کنید تا مصور ثمر واقع شوید. با خود هرگز نگویید ابراهیم پدر ماست، زیرا من به شما میگویم که خداوند میتواند از این سنگ ها فرزندان ابراهیم را مبعوث کند. ریشه های درختان در معرض تبر قرار دارند و هر درختی که میوه های خوبی ندهد قطع خواهد شد و در آتش انداخته می شود. من شما را با آب قصه تعمید می دهم، اما او که از من شایسته تر و قدرتمند تر است می آید، شخصی که من حتی لیاقت آن را ندارم که بند صندل هایش را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش قصد تعمید خواهد داد. و روح القدس بر او نازل شد، با ظاهری جسمانی همچون یک کبوتر، و صدایی از جانب آسمان به او فرمود: تو پسر عزیز من هستی، با تو کاملا خوشنود می شوم.